سلام، من نیلوفرم. امروز میخوایم با هم دیگه بقیه کارهایی که توی این دیزاین باید یاد بگیریم که انجام بدیم که راحت تر بکنه واسمون رو با هم دیگه ببینیم. یه چیز دیگه، نکته هایی که شاید ریزن، شاید به نظر اولش خیلی به چش نیاد، ولی خب خیلی کمکمون میکنن و خیلی کارمون رو سریع‌تر میکنه، اونا رو یاد بگیریم و بگیم که یه چیز این شکلی درست کنیم. البته این خب خیلی بیسیکه، ولی خب اگر ما بدونیم که چطور میشه این کارو کرد، میتونیم باش بازی بکنیم، میتونیم خیلی کارهای هیجان انگیزی انجام بدیم. خب من امروز میخوام که یه دونه از این تمپلیت های خود این رو بردارم، مثلا این رو که توش یه سری چیزی داره و مثلا شاید بتونیم اینجوری کار کنیم باشه. خب اول از همه وقتی ما اینجا پیجز رو میزنیم، اینجا میاد صفحه رو بهمون نشون میده. این بروشوره صفحه هاش اینجوریه، یک دو سه یک دو سه، اصلا فرقی نمی کنه. اگر ما بزنیم یه نم جدید خودمون باز کنیم، مثلا به سانتیمتر 30 و 21، اینو بکنیم این دیزاین بیسیک 2، تعداد صفحاتمون مثلا بکنیمش این دفعه 6 تا، این بری باشه و تمام. خب ما یه صفحه ساده ای باز کردیم، حالا اونو هم بعدا میگیم که چطوری صفحه ها رو شکلی کنیم. مثلا شما فکر کنید الان این رو درست کردیم، بعد یا به نظرتون میاد که این صفحه رو من ترجیح میدم که این بیاد قبل از این، یعنی جای صفحه ها رو میخوام جا به جا بکنم. خب یه کار اینه که تمام محتویات داخلش رو کپی کنی، مثلا بیاری این ور، بعد این یکی رو بیاری این ور و جا به جاشون کنی دیگه. حالا اینو بیاریم تو ستش بکنیم. یه کار اینه که خب خیلی کار درستی نیست، یعنی خیلی کاری نیست که توصیه بشه، چون که ممکن جهات به هم بریزه، بعد ممکن که خیلی سنگین باشه فایلت، بعد اون موقع بسش هنگ میکنه، اذیت میکنه. یه کار چیه؟ اینه که الان مثلا ما میگیم من الان رو این که دبل کلیک کنم خودش میاد روی اون صفحه‌ای که هست. من میام این ستا رو میگیرم، شیفت رو نگه میدارم، این آخری رو میزنم، میگم میخوام بعد اون مثلا قرار بگیره، کلیک راست میکنم، موف پیج رو میزنم، میزنم بله بعد از پیج 3 بیاد. دیدین خودش اومد جا به جاش کرد و گذاشت. حالا این ورم باز مثلا اگر ما بزنیم یه سری شکل توش بکشیم، مثلا این اینجا باشه، این اینجا باشه، این اینجا باشه. خب الان ما میخوایم مثلا بگیم که پیج شماره 4مون، یعنی این بیاد اینجا، بیاد اصلا بعد 2، یعنی یه دونه رو هم میتونیم این کار کنیم، کلیک راست میکنیم، موو میزنیم، بیاد بعد از پیج 2، اینجا مینویسیم after پیج، یعنی این باز داره، میتونیم بگی بیاد قبل از پیج 1، یا مثلا بیاد اول داکیومنتم، بیاد آخر داکیومنتم و تموم شد. این اومد این بالا. یکی این رو خیلی من فهم کنم که به دردمون میخوره و اینا باید بگیم. یکی دیگه این که راجب مسترها که صحبت کردیم، مثلا الان ما میگیم توی مسترمون یه دونه دایره آبی همیشه اینجا باشه. خب دبل کلیک روی میکنیم بیاد بیرون و چون فقط اونوریه گذاشتیم اینا رو بهمون نشون میده. بذاریم میتونیم رو جفتش بذاریم که بیشتر بتونیم. خب حالا الان من میام میگم که خب من یه سری از اینا رو اول میخوام که نداشته باشن مستر. چی کار میکنیم؟ یعنی مستر نان این بالا داریم، کلیک راست میکنیم، apply parent to pages، میام میگیم اینو الان از پیج 1 تا 6 واسه من اعمال کن و تموم شد. و حالا این رو میخوایم فقط پرنت ایمون، مستر ایمون میخوایم فقط روی پیج مثلا 2-3 باشه. دوباره کلیک راست میکنیم، اپلای پرنت تو پیجز رو میزنیم، 2 تا 3.
و این میاد و خیلی سریع کارمون رو انجام میده. یه چیزی که دیروز راجع به صحبت کردیم این که عکسا رو میذاشتیم توی، حالا مثلا عکسا رو بزنین، حالا این رو هم شاید بد نباشه ببینیم، من شیفت رو میگم که این دایره بشه. مثلا عکسایی که دیروز داشتیم، حالا فرقی نمیکنه، مثلا من الان این عکس رو آلتو میگیرم میندازم این تو. خب من الان میام اینو سلکت میکنم، میرم توی ویندو، میرم توی پراپرتیز، این رو میزنم که تا جایی که میتونه کانتنتم بکنه اندازه فریمم. خب حالا الان اگر من فریمم رو سلکت کنم، بعد فریمم بخوام کوچیک کنم، حالا چه با شیفت کوچیک کنم چه غیر شیفت، اصلا مهم، میبینین فریمم کوچیک میشه، عکس انگار سر جاش میمونه، فریم جا به جا میشه. من میخوام که عکس و فریمم با هم کوچیک و بزرگ بشه، یعنی من اینو دیگه ست کردم اون تو، دیگه نمیخوام تناسب عکس با فریمم به هم بریزه، اما خب مثلا میخوام اینو یه ذره کوچیک و بزرگ کنم. شیفت و کنترل رو با هم میگیرن و خیلی راحت میشه که سایزش رو عوض بکن. خب یه چیز دیگه ای که حالا این برباز نشون بدیم شاید قشنگ تر، ما همه این کارا رو میکنیم، هی جا به جا میکنیم طرحمون رو، چه میدونم لی اوتمون رو میچینیم و میخوایم بدونیم که خب حالا اصلا این چه شکلی شد، چون میبینیم اینجا یه سر خطا رو نشون میده، مارجینمون رو نشون میده، یه رزه به هم ریخته. اگر W رو بزنیم همه اون خطا پاک میشه و الان چیزی که شما دیگه پرینتش میکنید و میتونید اینجا بینید. البته همچنان اینجا هم میتونید اینجوری سلکتش بکنی و اینا رو ببینید، اما خب دیگه هر چی که من دوباره W رو بزنم، هر چیزی که حتی اگر این بیرون باشه، یعنی خارج صفحت، خارج این خط دور، یعنی الان اینم نمیفته، خارج اون باشه دیگه نشون بهت داده نمیشه. الان من W رو میزنم، میتونی سلکتشون کنی، نامرئی میشن الان هستن، ولی چون توی چاپ نمیاد، اینم وقتی W رو میزنی بهت نشون نمیده که متوجه بشی چی میخوای پرینت کنی. یه کار دیگه هم که میتونی بکنی و عملا میتونی اون موقع از این دیزاینت به عنوان یه ابزاری واسه پرزنت کردنت استفاده کنی. من خودم خیلی مثلا با پاورپوینت راحت نیستم و عموما توی همین این دیزاین درست میکردم پریزنتیشن هم و بعدش PDF میکردم، ولی خب این تو هم میتونیم انجام بدیم اگر حالا اون دستگاهمون، یعنی اگر لپتاپ خودمون رو میبریم، دستگاهی که داره روش این دیزاین، اگر شیفت و W رو بگیریم این بزرگ میشه و پریزنتیشن مود عملا بالا پایین میکنیم، میتونیم این برانور کنیم و بعد اسکیپ هم میزنیم ازش میایم بیرون. از این حالت هم بخوایم بیایم بیرون دوباره W رو میزنیم و میایم بیرون. من یه سرشو امروز یاد داشت کردم که یادم نرمسه دیروز. یه چیز با مزه من یه بار توی یعنی ویدیوی دیدم بعد به نظرم باحال بود، شاید یه وقتایی به دردمون بخوره نمیدونم، ولی خب جالب. مثلا ما بیایم با مدادمون یه دونه اینجوری خطی بکشیم، ولی اینو که میزنی رنگای این دوتا رو با هم دیگه جا به جا میکنه. من اون موقع بذارین اینو بزنم، فیلم رنگ داشت و خب توی خط وقتی فیلت رنگ داره یه چیز ناجوری میده بهت، یعنی خیلی کنترلی روش نداری مگه اینکه خیلی دقت کنی و هی سعی کنی بررسیش بکنی، ولی خب من وقتی خط میکشم میخوام که خود خطم فقط رنگ داشته باشه، داخلی وجود نداره. اینو میزنم این شکلی میشه. حالا سلکت میکنیم این خطمون رو، بعد میریم توی استروک، میایم اینجا اینجا میایم اینو میزنیم
استروک استایل رو میزنیم. اینا یه سری چیزاییه که خب خودش داره، ما میخواییم چیز جدید بهش اضافه کنیم. نیو رو میزنیم، اسمش رو با آره بزرگ مینویسیم رینبو، مدلش رو میکنیم استرایپ و اوکی میکنیم. حالا الان میتونید اینو انتخابش که میکنی توی این تایپ اینجا رینبو رو انتخاب کنی. بذاری من یه ریزه مثلا اینو بکنم 20 و هم میتونی یه نخط اینجوری داشته باشی. بازم بامزه. یه کار دیگه، یعنی یه چیز دیگه ای هم باز اینجوری هست، اونم این که دوباره خطمون رو سلکت میکنیم. این بذاریم اینو اینو میزنیم استروک استایل نیو. این بالا مینویسیم فیت با اف بزرگ. بعد تایپش هم میذاریم همین داش بمونه و اوکیش میکنیم. الان اینو سلکت کردم، تایپش رو میارم میکنم فیت، ابعادش رو میکنم 20 بزرگتر 50 و این اینجور با مزه بود. خب چیز بعدی که میخوایم یاد بگیریم اون عکس است که اون اول ویدیو نشون دادم، این دیلیتش میکنیم. خب شما قبلش بزنین یه چیزی بگم، من الان میخوام یعنی فریم اینجا بکشم. خب اینجوری اینجوری میکشم این فریم اما حالا یا با شیفت که دایره بشه یا غیره. بعد وقتی هنوز موس رو ول نکردم یا متوجه میشم که من میخواستم این مثلا پایین گوشه راست باشه. وقتی هنوز موس رو ول نکردم و هنوز در حالت کلیکم، اسپیس رو میگیرم، اسپیس همون هند تولمونه. حالا میتونم خیلی راحت اینو جا به جا کنم و وقتی که حالا صفحه‌ام شلوغه میدونم این تقریبا میخواد کجا باشه، این خیلی به دردمون میخوره. اسپیس رو میگیریم اینجا ولش میکنیم، اینم خیلی چیز به درد بخوری. حالا میخوایم بریم سراغمون، میایم اول یه بیزی بزرگ میکشیم، میخوام صفحه از هم بزنه بیرون و دوباره قبل از اینکه ول بکنم موس رو، بالا رو اگه فشار بدم این چهار جهت چیز هست روی کیبورد اونا رو، بالا رو که فشار میدم میاد سطر اضافه میکنه واسم، راست رو فشار بدم ستون اضافه میکنه و شیفت رو اگر بگیرم میاد همشون رو دایره میکنه. من میگم میخوام بیشتر باشه، بیشتر هرچی. خب این بیشتر بشه، شاید حتی اینجوری عکسمون قشنگتر میشه توش. بعد امکان دیگه کافیه. بعد الان ما در نظر داریم که هم موس رو پایین فشار دادیم هم شیفت رو نگه داشتیم، با یه انگوش شیفت رو نگه میداریم، با یکی انگوش بالا پایین و چپ و راست رو اینا میکنیم. شیفت رو ول میکنم، نه شیفت رو نگه میدارم، اول موس رو ول میکنم بعد شیفت رو. شیفت رو که ول میکنی دیگه از این حالت دایره در میاد دیگه. خب ما الان همه این دایره ها رو داریم، درسته؟ یعنی بیرونش کلیک میکنم، میخوام اضافه ها رو پاک کنم، دیلیت میکنم خیلی راحت و سلکت دیلیت سلکت دیلیت و دیلیت. خب حالا الان من اگر بخوام عکسی بندازم این تو، بس ببینیم مثلا چه جوری میشه، شما هم ببینیدش. من الان این عکس رو میارم، آلت رو میگیرم واسه اینکه نمیخوام فریم جدید بهم بده، میخوام تو همین فریم ها بندازه، ولش میکنم. اینا عکسمو خیلی ریز داره این تو نشون میده. اگه من شیفت رو بگیرم اینای کوچیک کنم، میبینیم که عکس رو واسه من انداخته تو یکی از من رو دوباره
دارم کلیک میکنم دیلیت میکنم اکثر. من میخوام یه دونه عکس رو همگن اصطلاحا هم بندازه تو همه اینا. میام اول همه رو انتخاب میکنم، میرم تو object، میرم تو path، میرم تو make compound path. این چی کار میکنه؟ میبینین یه زبدری انگار روی کلشه، یعنی اومد همه اینا رو با هم دیگه کرد یه دونه. حالا یه دونه ای که سوراخ سوراخ داره توش. خب حالا میام عکسام میندازم، اینو میگیرم، آلتو میگیرم، میندازمش تو. الان من دابل کلیک بکنم میاد عکسامو سلکت میکنه. من شیفت رو میگیرم، عکسام رو به اندازه این بزرگ میکنم. به نظرم اگه دایره ها کمتر بود بهتر میشد، ولی امیدوارم متوجه داستان شده باشه. و اگر اینو من سلکت بکنم، کلیک راست بکنم، برم توی دیسپلی پرفورمنس، اون موقع بزنم های کوالیتی، یه کمی که صبر بکنم، باز بستگی داره به کیفیت اصلی اون عکسم. کیفیت عکسم رو یه ذره بهتر میکنه، یعنی اون کیفیتی که باید رو نشون میده. حالا بستگی داره ببینیم که اصلا چجوری بود. خب اینم از این. یه چیز دیگه که شاید حالا دیگه فکر کنم واسه امروز آخریش باشه اینه که مثلا ما یه دایره اینجا میکشیم شیفت. آها یه کار دیگه هم واسه دایره کشتن میتونیم کنیم. وقتی اینو انتخاب میکنیم یا حالا اون یا اصلا حتی مربع هرچی، اگر به جای کشیدن بیایم یه بار کلیک بکنیم، میتونیم خیلی دقیق ابعاد و اندازه بهش بدیم. الان ما میگیم که 6 باشه، 6 باشه، یعنی ارتفاعش 6، این یکی هم اینجوری، عرضش 6، که خب واسه دایره عملا جفتش قطره دیگه. اوکی میکنیم. ولی مثلا اگه بخوایم بیزی باشه، مثلا ما میگیم که اینجوری کشیدگیش همون 6 سانتی متر باشه، ارتفاعش مثلا باشه 1.5. اوکی میکنیم اینو به هم. حالا فکر کنیم ما میخوایم رنگ این رو عوض بکنیم. هر شیپی که میکشیم، هر شکلی که میکشیم، دو تا چیز هست که رنگ شما میتونیم جا به جا بکنیم. یکی خود داخلشه، همون فیلشه. بذاریم من با پن هم که یا پیو میزنیم یا از اینجا انتخابش میکنیم. یه نکلیک میکنم، این برمی یه نکلیک میکنم، میکشم که چیز. اینو حالا بعدم باز یاد میکنم. یکی دیگه همینجا میکشم، وی بذاریم اینجا. یه دونم خط هست که ما میتونیم رنگ و ایناشو عوض بکنیم. بذار اینا رو بگیم. خب اول میریم سراغ شیپ. دو تا رنگ داره، یکی اینیه که یه مربع توپوریه که این همون فیل داخلشه. یکی وقتی روی این بزنیم، البته این بالا هم جفتش رونو داره، یکی هم خط دورش. الان اینجا گفته خط دورم رنگ نداره. دو مدل میتونیم رنگ انتخاب بکنیم. یکی روش دبل کلیک میکنیم، میایم اینجا. این بیشتر مدل فتوشاپیه که اینجا هم میتونیم کدمون رو بدیم، کد رنگمون رو، اگه خیلی مثلا رنگ خاصیه و همون رو میخوام. اینجا هم خب این شکلی هست و میتونیم این لایبرری های مختلف رو باز کنیم. مثلا من میام میگم که آقا میخوام مثلا مشکی باشه، ولی خب میخوام بیشتر معلوم بشه، درسته؟ دوباره روش کلیک میکنم. اینجا هم میتونیم این شکلی انتخاب کنیم، ضخامت خطمون رو هم با این میتونیم خب بالا پایین کنیم. دبلیو رو بزنم ببینم چه شکلی شد، و حتی نوع خطی که دورش افتاده رو میتونیم رینبوش کنیم. و اگه رینبوه شاید اگر این بیشتر شد میسته با حال تر. خب واسه یه خط تقریبا باز همینه. ما الان میتونیم ضخامت خطمون رو خب اینجوری کم و زیاد کنیم، رنگ خطمون رو هم که همینطوری عوض میکنیم. واسه اون قسمت الان روی خط باشم، این قسمت فیلش، مثلا الان من میگم میخوام صورتی باشه، ببینیم کجا رو فیل میکنه. خودش میاد یه دونه خط فرضی از اولین نقطه تا آخرین نقطه میکشه و اون بینه رو، یعنی بین خط
و بین اون خط فرضی اول تا آخر رو میاد رنگی پر میکنه. مثلا الان من پی رو بزنم، بیایم با همین رنگا یه چی بکشیم، مثلا نشون میکنم چه. مثلا میبینین الان من این خط پایین رو حتی هم نکشیدم، ولی خب این خودش خط فرضی نزدیکترین خطو از اولین نقطه تا آخرین نقطه واسه من کشیده و وسط شو اشتا رنگ کرد. و الان اگر روی این بزنم اون دایره هر میبینین اومده کنار این پنه، اون یعنی که اینو بزنی بسته میشه، خطت یه خط کاملی میشه. میزنم و خب الان اینجوری توش رو هم رنگ کرد. یه جاهایی واقعا به درد میخوره، مثلا خیلی راحت میتونی یعنی شکلی بکشی که هم خط دور داره هم وسطش پره، ولی خب واسه اینکه این اینجوری کاملا اکتیوه و به محض اینکه نقطه بعدی رو میذارین شروع میکنه رنگ کردن داخلش، من همیشه یه ریز گیج میشم. واسه همین وقتی اولش میخوام شروع بکنم به کشیدن یه شیپی، فیلم رو رو نان میذارم، میکشم، تموم که شد حالا میام میگم آقا توشو واسه من این رنگ. اینجوری من خیلی راحت تر بودم. حالا باز نمیدونم که شما چطوری. خب من فکر کنم یه بخشی از اکسپورت رو هم بگم که از جلسه دیگه، یعنی جلسه حالا نه، ولی بتونیم از دفعه دیگه بریم روی یه سری چیزایی که دیگه حالا انقدر بیسیک نیستن. شما فکر کنیم من الان اینو کشیدم، آها مثلا فکر کنیم همون یه صفحه است، من میخوام الان بقیه صفحه رو پاک کنم، دو رو میزنم، شیفت رو میگیرم، میام رو شیش، یا دیلیت رو میزنم یا این رو. الان فکر کنید حالا این هر چند صفحه‌ای که میخوایم هست و من کشیدمش. عموما ما خروجی که از این میگیریم پی دی اف، ولی خب میتونیم چند مدل خروجی رو فایل میزنیم، ادوبی پی دی اف پریست. اینجا میایم میگیم که با چه کیفیتی میخواییم که چیز بشه. اگر مثلا پورتفولیوتونه، پورتفولیو عموما سنگینه، حتی اگر شما روی این اسمالست فایل سایز هم بزنین همچنان کیفیتتون خوبه و مشکلی پیش نمیاد و به جاش حجمتون خیلی میاد پایین، بعضا میتونین راحت ایمیلش بکنین چون خب بالای 25 مگو نمیشه ایمیل کردید. ولی خب اگر نه، فقط میخوای داشته باشش واسه پریزنتیشن، میخوای واسه اینکه اصلا داکیومنت نگه داری، واسه اینکه بدی چاپ، اینا خب های کوالیتی باشه خیلی بهتره. اونو میزنیم، میگه کجا، بگیم مثلا دسکتاپ. حالا الان اینجا یه سری پریست هایی داره که من عموما دست نمیزنم مگه اینکه چیز خیلی خاصی بخوام. تنها چیزی که مهمه به نظر من این قسمته. اولیش اینه که میگه همه یه پیجا رو بگیریم، یعنی این کلیکو میزنیم اینجا کنار آل، این میگه همه یه پیجا رو واسه من اکسپورت کن و پی دی اف. یا اینکه مثلا ما یه پی دی اف 30 صفحه‌ای داریم، بعد هر 5 صفحه مثلا یه چپتره، یه موضوعه، اصلا ربطی به هم ندارم، ما فقط واسه این که میخواستیم شبیه هم باشه و داستانمون در بیاد اصطلاحا، اومدیم اینا رو پشت هم توی 30 صفحه چید. اون موقع این رنج رو میزنیم تو پیجز، قبلا نگاه کردیم کدوم صفحه ها رو میخوایم، مثلا مینویسیم 5 تا 10 رو فقط به من بده، این میاد 5 تا 10 رو واسه تو میکشه بیرون. حالا اینجا که ما فقط یه دونه، یکی اینه که خیلی مهمه که بدونیم، دقت بکنیم بهش و خیلی استفاده میشه. یکی دیگه هم میاد میگه پیجز واسط اکسپورت بگیرم یا اسپرید. این چیه؟ این اسپرید عملا همون فیسینگ پیج همونه. اگر شما اینو بزنی وقتی 2 صفحه کنار هم داری، اینم میاد اون 2 صفحه رو کنار هم بهت نشون میده، یعنی دقیقا مثل کتاب نشون میده. اما نه، اگر پیجز بزنی میشه مثل پی دی اف های معمولی، یه صفحه پشت هم و بعدش اکسپورت میکنی و تمام. حالا مثلا اگر من الان بخوام این صفحه رو مثلا جی پیگ بگیرم یا پی ان جی بگیرم، یعنی اکسپورت اینجا داریم، اکسپورت رو میزنیم، دوباره میگیم روی دسکتاپ. اون موقع اینجا حالا این فرمت رو میتونیم
مشخص بکنیم که اصلا چی میخوام. مثلا من میگم PNG بگیر. حالا اینجا هم باز دوباره همون سوالا رو میاد از همون میپرسه. یکی این که اصلا رنج میخوای نه. بعضی وقتا مثلا من یه سفر رو فقط میخوام عکسش رو بگیرم، پرینت بکنم، ببینم اصلا چی میشه، رو بقیه هم همین کار رو بکنم یا نه، الکی همشو نه اکسپورت بگیرم نه پرینت کنم. میای میگه فقط صفحه یک رو میخوام یا همشو میخوام، و دوباره اینجا مشخص میکنی که پیجز میخوای یا اسپریدز، چون که اینم باز ممکنه تو عکس اون دو صفحه کتاب و کنار هم بخوام. کوالیتیش رو هم مثلا میشه رو ماکسیموم بذاری، اینا حداقل 300 بذاریم، RGB باشه خوبه. و حالا الان ما چون که اینو داریم PNG میگیریم، به نظرم خب مهمه که پس این تیک رو بزنیم، چون ما PNG وقتی میگیریم، من لااقل وقتی میگیرم که میخوام پشتم این سفیده نباشه، یعنی فقط اون آیتم ترانسپرنت بک‌گراند هم میزنیم و اکسپورت میکنیم و تمام دیگه، همین دیگه. امیدوارم که خوب بوده باشه، سوالاتون رو بپرسین و سابسکرایب هم یادتون نره دیگه. متشکرم، فعلا.